بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت دانش آموزان عزیز و ارجمند. دوستان، با ششمین جلسه از مبحث بردار در خدمتتون هستیم. یعنی ما 6 جلسه قبلا ضبط کردیم، 2 تا تجزیه، 4 تا معادله. با این 6 تایی که الان دارم در واقع خدمتتون درس ارائه میدم، میشه 12مین جلسه کلمون. خب با جمع بردارها قسمت دوم و در ادامه درس تفاضل بردارها در خدمتتون خواهیم بود. تیتری که الان زدم براتون اینه: جمع بردارهای غیر همراستا. خاطرتون باشه به یک روشی که روش مثلثی بود انجام دادیم. این روش، روش دیگه یه به اسم روش متوازی الاضلاع. همینجا یه نکته رو بگم: چه روش مثلث که جلسه قبل یاد گرفتید، چه روش متوازی الاضلاع، هر دو در حقیقت یک چیز رو بیان میکنن و هر دو یک چیز یکسانی هستند. روشها و عملیات صرفا متفاوته. البته هر دو روش خیلی مفیده که یاد بگیریم. نگی که من مثلث رو بلدم، متوازی رو به درد نمیخوره. این تفکر اشتباه است. خب دوستان، عرض به حضور شریفتون که یه سوال بپرسم. تو روش مثلث دوتا برداری که میخواستم با هم جمع کنم بایستی چجوری رسم میشد؟ گفتم که بایستی مثل واگن‌های قطار، حالا استرکی خودم میگم، انتهای دومی میشد ابتدای اولی، یا مثلا تو چند ضلعی که بیشتر از دو بردار داشتیم، ابتدای هر بردار بایستی بود انتهای بردار قبل. حالا توی روش متوازی الاضلاع بردارهایی که میخواییم با هم جمع کنیم بایستی هم مبدع رسم بشن، بایستی هم مبدع رسم بشن. من الان میخوام جمع آی و علاوی ب رو در واقع بنویسم. خب پس حواست باشه، قانون شماره 1 اونجا خواهم نوشت، بایستی بردارها در روش متوازی الاضلاع هم مبدع رسم بشن. خب شما با دو تا ضلع میدونی میتونی یه متوازی الاضلاع بسازی. از اینجا یه در واقع بردار همسنگ این رسم میکنی، یعنی هم اندازه، هم راستا و حالا هم جهت. ولی که جهت این خیلی برام مهمه، چون صرفا قصدمون ساخت متوازی الاضلاع، یعنی مساوی موازی این رسم می‌کنی، بعد دیگه این دوتا نقطه رو به هم وصل کنی، اتومات این دوتا ضلع روبرو هم با هم موازی میشن. بچه متوازی الاضلاع 4 ضلعی شکلیه که اضلاع مقابلش با همدیگه موازی هم. از توازی متوازی الاضلاع تساوی اضلاع روبرو حاصل میشه. پس توازی واسه تعریف کفایت میکنه. خب من میخوام آی به علاوه ب رو اینجا با هم جمع کنم دیگه. قبلا هم گفتم آی به علاوه ب با بردار آر ریزالتنت منتج برایند نشون میدم. توی این روش قطری از متوازی الاضلاع که از محل تلاقی دو بردار میگذره میشه بردار برایند. نگاه کن، خب توجه کن، متوازی الاضلاع دو تا قطر داره. نگفتم این قطر، گفتم چه قطری؟ قطری از متوازی الاضلاع که از محل تلاقی دو بردار، برخورد دو بردار میگذره، این میشه بردار برایند شما. به عبارتی قطری از متوازی الاضلاع است که با دو بردار اولی هم مبدأه. اوکی، پس اونجا قوانینش رو اونور تخته می‌نویسم. روش متوازی الاضلاع اولا دو بردار باید هم مبدع رسم بشن، برخلاف
روش مثلث که ابتدایی که انتهای اون یکی بود، اینجا باید هم مبدا رسم بشن. نکته دومش اینه، بردار برایند، بردار چون مهمه دارم می نویسم، بردار برایند قطری از متوازی الازلا است، قطری از متوازی الازلا است که از محل تلاقی، تلاقی یعنی برخورد، از محل تلاقی دو بردار می گذرد. چی نمیشم؟ بردار برای یعنی قطری از متوازی الازلا است که از محل تلاقی دو بردار می گذرد. به عبارتی دیگه بردار برایند با دو بردار اولیه چیه؟ هم مبدا است. دو تا بردار اولیه که هم مبدا بودن، اینم مبداش میشه رو مبدا اونها. خب مختصاتشون هم همینه دیگه، بردار مجموع مختصاتی داره، x و y داره که xش میشه x a به علاوه x b، yش میشه y a به علاوه y b. اون نکته فوق مهمم همینجا صادقه دیگه، تو حالت کلی که جلسه پیش گفتم، اندازه بردار برایند برابر نیست با اندازه دو بردار اولیه. فقط تو چه حالتی برابر بود؟ فقط تو حالت همراستا و همجهت، تو حالت دیگه برابر نبود. اینو داشته باشید. حالا میخوام اثبات کنم روش مثلث و روش متوازی الازلا یک چیز واحد هستند. خوب دقت کن، این بردار آ، این هم با اجازت بردار بی. حالا اینجا همینطوری عمود بر هم رسم شده، متوازی الازلا ریال هرچی مستطیل مربع لوزی هرچی. طبق خاصیت متوازی الازلا بردارها باید هم مبدا رسم بشن. اوکی درسته، یه متوازی الازلایی اینجا درست میکنیم، یه متوازی الازلای اینجا درست میکنیم با این دو ضلع اداده شده، با این دو تا بردار میگیم قطر این متوازی الازلا میشه بردار چیه شما؟ بگو بردار برایند شما آی به علاوه ب. این روش متوازی الازلا دقیقا شبیه این بود، فقط متوازی الازلا ما ازلایش رو عمود بر هم رسم کردم مستطیل. حالا آیا در متوازی الازلا ازلاء روبرو با هم موازی‌اند؟ بله، این ضلع با این ضلع موازیه. آیا در متوازی الازلا ازلاء روبرو با هم مساوی و هم اندازه‌اند؟ بله. بچه ها جهت دست خودمه، من به این بردار بالایی یه دونه جهت هم اینطوری میدم، یه دونه جهت هم اینطوری میدم، یعنی از سمت چپ به سمت راست، جهت دست خودم میدم. الان این دوتا بردار شدن دوتا بردار چی؟ هم عرض، هم سنگ یا مساوی. بردارهای مساوی چی بود؟ هم اندازه؟ یس. هم راستا؟ آری. هم جهت؟ بله. پس دو بردار هم اندازه، در واقع هم سنگن، هم مساوی و هم عرضن. حالا بیام به روش مثلث به این نگاه کنم. یه لحظه اینجا رو نگاه کن، این پایین رو نگاه نکن، نیمه بالایی متوازی الازلا رو نگاه کن، مثلث بالایی رو نگاه کن. یه بردار بی داری، یه بردار آ داری، چون این آ اینم آ دیگه. خب
این دوتا بردار به چه روشی پشت سر هم قرار گرفتن؟ به روش مثلث. ابتدای بردار دوم یعنی ابتدای آ هست انتهای بردار اول، انتهای بی. چون به روش مثلث قرار گرفتن، بردار برایند تو مثلث برداریه که ابتدایش ابتدای اولی، انتهایش انتهای آخری است. یعنی چه به روش متوازی الاضلاع اینو با هم جمع کنی که تو روش متوازی الاضلاع تو با این بردار و این بردار کار داری، آو بی که هم مبدن. چه با روش مثلث این سوال نگاه کنی که تو روش مثلث دوتا بردار بایستی ابتدای یکی انتهای اونیکی باشه، با این دوتا بردار کار داری. تو هر دو روش بردار برایند و مجموع شما چیزی نخواهد بود جز این قطر متوازی الاضلاع که میشه ضلع سوم مثلث بالا. در نتیجه چیزی که استخراج میکنیم با توجه به ویژگی های متوازی الاضلاع که اضلاع روبرو با هم مساوی موازیان، میفهمیم چی؟ میفهمیم آقا در حقیقت روش های مثلث و متوازی الاضلاع یکی هستند. یعنی این دوتا روش در واقع دوتا صرفا روش متفاوته توی فقط نحوه، در واقع اختلاف این دوتا روش تو نحوه قرار گرفتن بردار هاست که هم مبدا باشن یا پشت سر هم قرار بگیرن. نتیجه واحده ولی دوتا روش به درد ما میخوره. بعدا ناخودآگاه خواهی فهمید که هر دو روش بلد باشی قطعا به نفعته و باید بلد باشی هر دو روش رو، و الا در واقع دچار مشکلات عدیدهی خواهی شد، چه تو امتحان چه تو فهم مسائل ریاضی و فیزیک که بردار توش کار برده. بچه ها یه نکته، آیا روش متوازی الاضلاع صرفاً برای دو تا برداره؟ میگم نه، برای سه تا بردار هم میشه انجام داد، برای سه تا بردار هم میشه انجام داد. چجوری؟ اینجوری. مثلا شما یه بردار آ داری، این بردار آ اینجا می‌نویسم اسمش رو، یه بردار بی داری، یه دونه بردار سی داری. بچه‌ها طبق قانون متوازی الاضلاع باید بردارها هم مبدأ رسم بشن، ولی کن ما میدونیم متوازی الاضلاع دو تا بردار اولیه داری و قطرش میشه برایند. تو سه تا بردار چی به ذهن مبارکتون میرسه؟ بایستی گاماس گاماس پله به پله پیش بریم. یعنی چی؟ یعنی بیم جمع آ و بی رو اول تو مرحله اول حساب بکنیم، حاصلش رو تو مرحله بعد با سی جمع بکنیم. نگاه کن، بردار آ رو با بردار ب جمع میکنم، این متوازی الاضلاع، این میشه جمع آ با ب. اوکی، تو مرحله اول. حالا میام جمع آ و ب رو با سی به صورت متوازی الاضلاع میگیرم. یعنی شما فقط باید الان بردار سی رو روش زوم کنی و این بردار آی به علاوی بی قطر متوازی الاضلاع رو، با این دوتا بردار یه متوازی الاضلاع ثانویه میسازم. چجوری؟ خب متوازی الاضلاع باید از اینجا برداری در واقع موازی و مساوی سی رسم کنم بدون خطکش، تقریبا دارم سعی میکنم که انجام بدم، یعنی این در واقع موازی مساوی این باشه، اینم که اگر به این وصل کنم بایستی مساوی موازی این باشه. یه متوازی الاضلاع کجکی مایل ایجاد شد که این متوازی الاضلاع توش میخوام چی رو با هم جمع کنم؟ جمع بردار سی و آی به علاوه بی. دوباره قطر این متوازی الاضلاع yes.
قطر این متوازی الاضلاع میشه بردار آی به علاوه بی به علاوه سه. حتما پیش خودتون الان فهمیدید که چه کاریه برای سه تا بردار از متوازی الاضلاع بریم. دقیقا حق با شماست، خیلی کار سختیه. با هر دوتا باید یه متوازی الاضلاع بسازیم بریم سراغ بعدی. بنابراین متوازی الاضلاع برای دوتا بردار روش خوبیه، از توش نتایج خوبی میشه استخراج کرد و کشف کرد، ولی برای سه تا بردار خیلی زیبا حداقل نیست. عقل سلیم حکم کنه برای سه تا بردار از روش چند ضلعی بریم که در چند ثانیه به راحتی جوابش رو به دست میاریم. خب بچه ها یه مثال میخوایم حل کنیم از روش متوازی الاضلاع. این سمت تخته رو اگر نگاه کنید، صورت سوال اینه: بردار آ مختصاتش هست منفی 3 و 1، بردار بی هم مختصاتش هست 4 و 2، بردار ریزالتنت منتجب برایند یا حاصل جمع میخواییم به دست بیاریم. اسماشو مکررن میگم که تو ذهنتون بمونه. خب توجه کن، بردار آ رو از کدوم نقطه رسم کنم؟ نقطه شروع به من گفته. اگر به تو نقطه شروع بگه سوال تو رو مقید میکنه، ولیکن وقتی نقطه شروع نگفته دست خودت. بهترین حالت از شروع از مبدأ مختصات، یعنی رسم بردار مکان. خب منفی 3 و 1، بایستی 3 واحد به سمت چپ برم، این میشه منفی 3، یه واحد هم به سمت بالا. این دوتا رو اگر به هم وصل کنم، این بردار میشه بردار چیه من؟ منفی 3 و 1 من. اسم بردار چی بود؟ آ. بردار بی 4 و 2، طول 4 واحد به سمت راست، 1 2 3 4، عرض 2 واحد به سمت بالا، این یه واحد، اینم 2 واحد. این دوتا را اگر به هم وصل کنم، از اینجا میتونم این بردار بی رو رسم بکنم. بردار 4 و 2 اسمش بردار بی، اینم بردار بی. خب بچه ها میخوام یعنی این سوال جوابش که کاری نداره که تو مختصات رو با هم جمع کنی بردار مجموعه به دست میاد. میخوام به شما یه تذکر ریز و مهم بدم که آقا جان با این دوتا بردار، با این دوتا ضلع میخوای یه متوازی الاضلاع بسازی، چجوری بساز؟ خدای نکرده، پناه بر خدا، دانش آموز ممکنه بیاد خط کش بذاره اینجا مثلا 5 سانتی متر، بیاد اینجا 5 سانتی متر رسم کنه، بعد میمونه 5 سانتی متر رو نکنه خط کش کج شد، زاویه برم خورد، حالا بخواد اینجا نقاله بذاره، یعنی وا اسفا. آقا یادت باشه این چیزی که میگم دارم شفاهی میگم، برای رسم برداری همسنگ یه بردار، برای رسم برداری همسنگ یک بردار کافی مختصات ها رو رعایت کنم. از اینجا میخوام برداری همسنگ بی رسم کنم. بردار بی مختصاتش چیه؟ طولش 1 2 3 4، عرضش 1 2 4 تا راست 2 تا بالا. پس کافیه از اینجا 4 واحد به سمت راست 2 واحد به سمت بالا برم. دستگاه مختصاتم هم قبلا واحداشو اندازه گذاری کردم. از اینجا 4 واحد برم سمت راست، نگاه کن، 1 واحد 2 واحد 3 واحد میشه مبدأ، 1 واحد هم باید برم به اینجا برسم، این شد 4 واحد. از کجا دارم میرم؟ از اینجا دارم میرم، دقت کن، از اینجا 4 تا رفتم سمت راست، رسیدم به نقطه 1 و -1. 2 واحد هم باید برم بالا، اینم میشه اینجا 2 واحد. پس از این نقطه 4 تا راست 2 تا بالا به اینجا میرسم. این دوتا رو اگر به هم وصل بکنم، این بردار با این بردار به طور اتومات همسنگ خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی هم اندازه، هم راستا و
هم جهت خواهد بود. چرا؟ چون مختصاتشون اینه همه، دو تا برادر مساوی مختصرشون اینه همه. دیگه کافیه این دو تا خط هم به هم چکار کنم؟ این دو تا خط هم به هم وصل بکنم، این دو تا نقطه رو ببخش، این دو تا نقطه رو به هم وصل بکنم. الان در واقع این با این مساوی و موازیه، اینم با این مساوی و موازیه. خب بردار برایند رو میخوام از روش متوازی الاضلاع جمع کنم. بردارها رو هم مبدا رسم کردی آقای واجد؟ بله الحمدلله هم مبدا، چون جفتشون بردار مکانه. قطر متوازی الاضلاعی که از محل تلاقی این دوتا میگذره میشه بردار برایند. این بردار بچه ها میشه بردار برایند. همینجا تو شکل مختصات بردار برایند میتونی بگی چنده؟ نگاه کن، از اینجا یه واحد رفته سمت راست، یه واحد رفته، پس طولش یکه، عرضش چنده؟ یک، دو، سه. پس مختصر بردار برایند یک و سه. آر بایستی حتما چند در بیاد؟ یک و سه در بیاد. میام نگاه میکنم جوابش باید یک و سه باشه، یعنی عملا دارم چک میکنم که سوتی و خطا اینجا نداده باشم. طولا رو با هم جمع میکنم، منفی سه به علاوه چهار، منفی سه به علاوه چهار چند میشه؟ یک. الحمدلله درسته. عرضا رو با هم جمع میکنم، یک به اضافه دو، یک به اضافه دو، سه. جمع مختصاتشون کاری نداشت، اینو خواستم رسم کنم فقط برای این که وقتی میخوای یه برداری مساوی و همسنگ یه بردار رسم کنی کافیه مختصاتش رو رعایت کنی، اتومات همسنگش ایجاد خواهد شد. بچه ها میخوام برم سراغ مبحث بعدی، تفاضل دو بردار. تفاضل دو بردار، خب من یادم یه بار تو امتحان میان ترم دوم اسفند یه سالی بود که حالا شما اسفندتون امسال پرید، نگفته بودم بردار آی منهای ب یا بی منهای آ رو به دست بیار، گفته بودم مثلا تفاضل آ از ب رو به دست بیار یا تفاضل ب از آ. خیلی از دانش آموزا به دردسر افتادن، نمیدونستن تفاضل آ از ب چیه، تفاضل ب از آ چیه. نگاه کنید، 8 منهای 3 میشه 5. در واقع از 8 چند واحد کم کردیم؟ 3 واحد. به این اصطلاح میگن تفاضل 3 از 8. تفاضل 3 از 8 یعنی از 8 3 واحد بکا کم کن میشه 5. حالا اینجا نگاه کن، عرض به حضورت که تفاضل بچه ها یعنی چی؟ یعنی منها، یعنی تفریق. تفاضل یعنی منها. تفاضل ب از آ، بردار ب از بردار آ را با آی منهای ب نمایش میدهیم. یه بار یه تفاضل ب از آ میشه آی منهای ب. ب منهای آ چی میشه؟ ب منهای آ میشه تفاضل آ از ب. پس به این جملات فارسی توجه داشته باش. بچه ها شما کلن میدونید تفریق نوعی جمعه، آی منهای ب یعنی آ، ادامه‌اش تو بگو، به اضافه منهای ب، به اضافه منهای ب. چرا؟ چون مثبت در منفی میشه منفی، پس هر تفریقی رو میتونی به جمع تبدیل کنی، منتها اون در واقع جمله دوم باید قرینه بشه. آی منهای ب میشه آ به اضافه منهای ب. این توی بردار هم صادقه چون یه چیز بدیهی تو ریاضیاته. عرض به حضور شریفتون، همینجا تا یادم نرفته یه چیزی بگم بچه ها، بردار مجموع رو با آر، حالا یه آر کوچیک یا بزرگ،
که اول کلمه ریزالتنت بود نشون دادیم که به معنی برایند بود یا منتجه، عربیش میشه منتجه. تفاضل دو بردار رو تو کتابا اکثرا با حرف اس نشون میدن که اول کلمه چیه؟ اول کلمه سابترکشنه، ساب ترکشن. آقا اینجا کلاس زبان نیست، من میخوام به تو بگم تو کتاب اگر میبینی همیشه مثلا اکثر موقع جمع بردارها رو با آر نشون میدن، به خصوص تو کتابای فیزیک و دبیرستان، آره بدون که چیه، اسه بدون که چیه. سابترکشن یعنی چی؟ یعنی تفاضل، تفریق، در واقع منهان. البته ما خیلی خودمون سلیقمون با اس جور در نمیاد، چون که آی منهای ب با دی منهای متفاوته. حالا بیا بگو که اس هست آی منهای ب یا اس هست دی منهای، درد سر داره، ما با اس کاری نداریم. میخوام در واقع تفاضل دو بردار رو با رسم نشون بدم. من این ور تخته رو پاک کنم، تا متمرکز شیم روی بحثمون. خب بچه ها، یه بردار به شما دادن، بردار عرض به حضور است که مثلا بردار بی، یه بردارم اینجا بهتون دادن، اینم بردار آ. حالا اگر اجازه بدی اسم اینو بذارم آ که کارم راحت تر بشه، اسم اینو بذارم بی. من میخوام آی منهای ب رو رسم کنم، خب بلدم نیستم، این دوتا رو فعلا هم مبدا رسم کردم یا فرض کن که رسم شده. حالا میگم آقا آ رو داری؟ بله. بی هم داری؟ بله. آی منهای ب رو مگه نمیخوایی؟ باید بنویسی آ به اضافه منهای ب، یعنی گام اول اینه منهای ب رو رسم کنی. منهای ب قرینه بردار ب، قرینه دو بردار هم اندازه، هم راسته و مختلف جهتن. پس این بردار بیه، از اینجا اگر قرینه بردار بی رو رسم کنم، تقریبا اگر سعی کنم که دقیق تر رسم بشه به تقوا نزدیک تره. این دوتا بردار هم اندازن، هم اندازن، توجه کن، هم راستا هستند و خلاف جهت، در نتیجه دو بردار قرینه، زاویه بینیش 180 درجه است. خب پس اسم این شد منفی ب. خوب دقت کن، دارم پله پله خیلی آهسته حرکت میکنم که بفهمی. بخوام آ با منهای ب رو جمع کنم، این بردار آی منه، این بردار منهای ب منه، این دوتا با هم هم تو وقتی هم مبدن، از چه قانونی برم؟ از قانون متوازی الاضلاع. یعنی یکی از مزایای بلد بودن هر دو روش اینه دیگه، وقتی هم مبدا باشه نمی سراغ مثلث، متوازی الاضلاع بلدی دیگه. خب متوازی الاضلاع اینجا با اجازهتون می سازم، از اینجا در حقیقت موازی ضلع پایین، موازی و مساوی، از اینجا اگر خدا بخواد موازی و مساوی این ضلع ایجاد کنم. خب نگاه کن، این با این از جهت اندازه برابر بود، اینم تو متوازی الاضلاع طبیعتا با این از جهت اندازه برابر میشه. اینا رو داشته باش، باش کار دارم. خب قطر این متوازی الاضلاع، قطر این متوازی الاضلاع کدوم قطر؟ قطری که مبدأش با این دوتا بردار هم مبدأ یکسانه، از محل تلاقیشون میگذره، میشه بردار برایند این دوتا بردار، یعنی آ به اضافه منهای ب. همینجا یه استوب بکن، هر موقع آی منهای ب رو بهت دادن میتونی همینجوری به دست بیاری، یعنی میتونی در واقع آی منهای ب رو نیستی آ به اضافه منهای ب، تموم شد، سوال حل شد. من میخوام اینو ادامه بدم، یه نکته ریزی رو
از توش در بیارم که اونم خیلی به دردمون میخوره. بچه ها موافقید که این دوتا نقطه رو به هم وصل کنم؟ ببین چه اتفاق میفته. بسم الله به هم وصل میکنم. خب الان یه لحظه روی تخت زوم کن، این تیکه رو بذار کنار، خب این ور تخت رو نگاه کن، این خط سفیدم بردار. الان یه چهار ضلعی اینجا داری، این دوتا ضلع با هم موازی و مساوی هن. چرا؟ چون این بی بوده با منفی بی هم اندازه است و در واقع موازیه. تو متوازی ازم این با این باز موازی مساوی بوده، پس توی این متوازی الازلاء اوریب و کج این دوتا ضلع با هم دیگه موازی هن. حالا مساوی هم هستن. گفتم یه قضیه تو هندسه جلسه پیش، اگر دو تا ضلع با هم موازی باشن تو چهار ضلعی، قطعا اون چهار ضلعی متوازی الاضلاع خواهد بود، یعنی این دو تا ضلع نیز با هم دیگه برابر خواهند بود، هم موازی هم مساوی. حالا اسم این برداره چیه؟ آی منهای ب دیگه، آب به اضافه منهای ب، مثبت در منفی میشه منفی. فقط اینجا حواست باشه من یه دون جهت هم اینجا میتونم چکار کنم؟ اضافه کنم. جهت بچه ها دست خودم میده، یه جهت هم اینجا انتخاب میتونم که حالا که این دوتا ضلع با هم اندازه و موازین هم جهت هم بشن، پس این دوتا بردار با هم دیگه هم سنگ و مساوی میشن. پس اگر اسم این بردار آی منهای ب باشه، اسم این بردار هم هست آی منهای ب. خب حالا نگاه کنم چه قانونی رو میخوام از اینجا بکشم بیرون از تو دل این بحث. یه بار دیگه بگم، شما برای تفاضل کافی آب به اضافه منهای ب انجام بدی، بقیه بحث یه مبحث پیشرفته تریه. به این مثلث نگاه کن، به این مثلث نگاه کن، بردار آ رو داری، این بردار سفید است، اینه بردار بی هم داری، دو تا بردار هم مبدع رست شدن، درسته؟ بله. پس می نویسم اگر دو بردار هم مبدع رسم شوند، هم مبدعش مهمه، اگر دو بردار هم مبدع رسم شوند، ضلع سوم مثلث بردار تفاضله، این خیلی مهمه، ضلع سوم مثلث بردار تفاضل خواهد بود. برای اینکه ذهنتون رو دوچار چالش کنم، تو روش مثلث که جمع بردارها رو انجام میدادیم، اونجا میگفتیم تو جمع بردارها، بردارها پشت سر هم قرار میگیرن، ابتدای یکی انتهای اون یکی، و میگفتیم بردار برایند برداریست که ابتدای اولی را به انتهای آخری وصل کنند، اونجا یه مثلث تشکیل میشد. توی تفاضل دو بردار هم در حقیقت یک مثلث میتونه تشکیل بشه، فقط شرطش فعلا اینجا چیه؟ اینه که دو تا بردار هم مبدع، ضلع سوم میشه بردار تفاضل. حالا آقا تفاضل چی از چی؟ آی منهای ب یا ب منهای آ؟ این جمله رو اینجوری تکمیل میکنیم، اگر دو بردار هم مبدع باشن ضلع سوم مثلث بردار تفاضل خواهد بود، به طوری که جهت بردار تفاضل به سمت عامل اول تفریق باشد. عامل اول تفریق چیه؟ تو جبر گفتیم عامل هر بخش ضربه، اونو فعلا بذار کنار، اینجا یه اصطلاح عامل. تو وقتی میگی آی منهای ب، در واقع از لحاظ جبر نگاه کن، اینا دو تا جمله ولی اینجا برداره، اصطلاحا به این میگن عامل اول تفریق، به این اصطلاحا میگن چی؟ عامل دوم. یه اسم دیگه، با
اوکی، یه نامگذاری، عامل اول عامل دوم، چیز خاصی نیست. حالا وقتی دو بردار هم مبدع باشن، بردار ضلع سوم مثلث، ضلع سوم مثلث بردار تفاضل خواهد بود، به طوری که جهت بردار تفاضل به سمت عامل اول تفریق باشد. آقا اینجا اگر نگاه کنید تو این مثلث هاشو خورده، عامل اول تفریق چیه؟ آه، جهت بردار تفاضل به سمت چیه؟ به سمت آه. افتاد؟ یه بار دیگه، دو تا بردار هم مبدعن، ضلع سوم بردار تفاضله. اینجا آی منهای ب دیگه اثبات کردم دیگه، چون این آی منهای ب بود، اینم اثبات کردم که آی منهای ب. بنابراین نگاه بکنید جهت به چه سمتیه؟ به سمت آی، به سمت ب فلش، به سمت آی. پس جهت به سمت عامل اول تفریقه. من اون برای تخته رو مثلا اگر حالا همین زیرم در واقع میتونم انجام بدم بنویسم. نگاه کن، بذار جسارتا اینجا را چیز کنم، خیلی تو هم تو هم نشه. یه بردار یو دارم عزیز من، یه بردار وی دارم. خب هم مبدع هم وصف کردم، هم مبدع. میگم که اگر این دوتا رو به هم وصف کنم، اینا میشه ضلع سوم، میشه بردار تفاضل. جهتش هم مثلا یه بار این سمتی رسم میکنم، یه بار بگم بیام همین رو رسم کنم، این یو، این وی، این دفعه جهتش بیام چجوری رسم کنم؟ اینجوری رسم کنم. پس تو هر دوتا شکل یو وی هم مبدع، ضلع سوم بایستی طبق قانونی که در آوردیم بردار تفاضل باشه. اینجا جهت به سمت چیه؟ به سمت بگو، میبینی؟ به سمت یوه. پس این هست یو منهای وی، جهت به سمت عامل اول تفریق. اینجا بچه های عزیز و در واقع دوستان عزیز، جهت به سمت چیه؟ جهت این بردار تفاضل به سمت ویه. جهت به سمت ویه میشه ویه منهای یو. چرا؟ چون جهت به سمت عامل اول تفریقه. اوکی، حالا این ضلع این شکل سمت راست رو روش زوم کن، برگردیم سراغ جمع مثلث. میگم تو هر مثلثی که سه تا پاره خط جهت دار، سه تا بردار داره، قانون جمع هم قطعا وجود داره، جمع در روش مثلث. ببین از این سه تا مثلث چی با چی جمع شده و بردار برایند چیه. اگر نگاه بکنی میبینی بردار یو، بردار یو، ببین این بردار شماره یک، مثلا این بردار شماره دو، اینم بردار شماره سه. اگه نگاه بکنی میبینی شماره یک با شماره دو جمع شده به روش مثلث. چرا به روش مثلث؟ چون ابتدای دومی انتهای اولیه. پس یک با دو جمع شده، طبق قاعده جمع بردار به روش مثلث، بردار برایند میشه برداری که ابتدایش ابتدای اولی، انتهایش انتهای آخری است. پس جمع یک به علاوه دو میشه چی؟ سه. حالا شماره گذاری کردم فقط واسه راحتی بحث. پس جمع یو به علاوه این بردار شماره دو که هست وی منهای یو، شده چی؟ شده بردار شماره سه که هست وی. نگاه کن، یو و منفی یو خداحافظ، فنیتو، وی مساوی وی. پس در واقع تفریق وقتی توش بحث میشه، مثلا اینجا شماره دو بردار شماره دو هست چیه منهای چی؟ وی منهای یو دیگه، در واقع سه منهای یک، سه منهای یک، درسته؟ خب حالا این دوتا با هم مقایسه کن، منفی یک رو بیاری این طرف میشه مثبت یک، یک و دو میشه چند؟ سه. یعنی تو هر تفریق یه جمعی تو دلش وجود داره، این دوتا از هم دیگه در واقع جدا نشدنی و تفکیک ناپذیرند. یه نکته دیگه هم بگم، جلسات پیش عرض کردم ما بردار رو خیلی مفصل درس میدیم و چون توی دبیرستان بردار رو تو نهم به شدت باهاش کار دارید،
در واقع سعی میکنیم حالا تا اونجایی که میسر هست بیس و پایه بردار شما رو بسازیم. سوالی به وجود میاد، بفرمایید اگر دو بردار هم مبدع نبودن هم انتها بودن چی؟ یه سوال، اگر دو تا بردار به این روش در واقع قرار بگیرن، قطاری پشت سر هم، ابتدایی که انتهایی مونه، که این سومی میشه چی؟ جمع بردار. اگر دو تا بردار هم مبدع باشن سومی میشه تفاضل بردار. دو تا بردار تو مثلث چجوری میشه رسم کنی؟ هم مبدع اوکی تفاضل، پشت سر هم قطاری اوکی جمع. هم انتها چی؟ اگر دو تا بردار هم انتها رسم بشن، این بردار آ، اینم بردار بی. اگر دو بردار هم انتها رسم بشن چی میشه؟ خب سوال، آیا بردار به مسابه قطاریه که روی ریل حرکت میکنه؟ بله. پس بردار رو میشه روی خط اثرش، روی راستاش، روی امتدادش تکونش داد. علاوه بر اینکه میتونی کات کنی تو هر جای صفحه بذاری، رو خود خط اثرش هم میتونی تکونش بدی، یه هولش بده. این بی رو بفرستمش جلو. این بی تقریبا مثلا تا اینجا میاد. این دیگه‌اش اضافه است. پس اینم میشه بردار بی. این دوتا بردار چی هم؟ با هم دیگه عرض به حضور شریفت که همسنگن. آ رو هم اجازه دارم رو مسیر خودش هولش بدم. بسم الله. آ رو هم رو مسیر خودش هولش میدم، رو راستای خودش، خط اثر خودش. اینم بردار آ. پس این آیه، این آیه، اینم بیه، اینم بیه. حالا به این بالای تخت نگاه کن، بالای دست من. الان عرض به حضور شریفت، دو تا برداری که رسم کردم بالا هم مبدع هستند؟ بله، این دو تا بردار بالا هم مبدعن. میشه قاعده قبل، اگر دو بردار هم مبدع باشند، اگر دو بردار هم مبدع باشند، من دنبال گچم که با یه رنگ دیگه میسه، مثلا جای گچ سبز اینجا بسیار خالیه، یعنی رنگ پنجم ما نداریم. خب بسم الله، اگر دو بردار هم مبدع باشند، ضلع سوم مثلث، ضلع سوم مثلث بردار تفاضل خواهد بود، به شرط آنکه به طوری که جهتش به سمت عامل اول تفریق باشه. سوال، دنبال چی هستی واحد زده؟ آی منهای بی یا بی منهای؟ میگم آی منهای به دست بیار. باشه، اگر بخوام آی منهای بی به دست بیارم، آی منهای بی عامل اول تفریقم چیه؟ آ. جهت باید به سمت آ باشه، پس این جهت به سمت آ. خب حالا بیا، پس هر موقع به تو دو تا بردار هم انتها رو دادن، میتونی اینا رو هم مبدع رسم کنی. اوکی، باز میخوام برم تو دل بحث، شنا کنم تو اعماق بردار، ببینم یه قانونی میتونم بکشم بیرون. میگن این دو تا زاویه متقابل به رأسن، درسته؟ این زل در واقع این بردار با این بردار همسنگ، این بیه، اینم بیه دیگه، این دوتا هم با هم همسنگن. اگر بیایم این دوتا رو به هم وصل نمایم، این دوتا نقطه رو، این دوتا مثلث به حالت دو ضلع، این با این، این با این، زاویه هم که متقابل است، این دوتا مثلث به حالت دو ضلع و زاویه بین هم نهشت خواهند بود. بنابراین از همنهشتی مثلث تساوی اجزای متناظر استنتاج از نتیجه گیری میاد حاصل میشه. پس این بردار یا این ضلع با این ضلع چی میشه؟ حالا روش سه تا خط زدم که قاطی نشه. اینا با هم دیگه چی میشن؟ در واقع تساویشون نتیجه گیری میشه، یعنی این دوتا ضلع هم با هم مساوی هن. گفتم رو پاره خط جهتش دست خودته، یه جهت اینطوری اختیار میکنم،
یه جهت اینطوری اختیار میکنم، بنابراین چون این زل هست آیه منهای به، لاجرم به ناچار این نیز آیه منهای به خواهد بود. حالا یه سوال دارم، حالا به سمت پایین نگاه کن، به سمت پایین، مثلث پایینیه، دوتا بردار هم انتها هستند؟ آری دوتا بردار هم انتها هستند. زل سوم مثلث بردار تفاضله؟ بله بردار منهای، بردار تفاضله، چون هم انتها هن زل سوم بردار تفاضله، جهت به سمت عامل چندم تفریقه. آقا اجازه، جهت به سمت بیه، جهت به سمت بیه، بی عامل چندم تفریقه، عامل دوم تفریقه. پس بچه ها نمیخوام دوباره بنویسم، این ور تخته رو روش زوم کنید، میخوام اینجا رو یه در واقع این یه نکته بود که از قبل نوشته بودم، میخوام یه نکته جدیدی بنویسم، منتها دارم تو خود همین بنویسم، اینجا بنویسم اگر دو بردار هم انتها باشند، هم انتها باشند، رسم شوند، ضلع سوم مثلث بردار تفاضل خواهد بود، به طوری که جهت بردار تفاضل به سمت عامل دوم تفریق باشد. جمله رو میخونم، روش شکلم یه بار توضیح میدم. اگر دو بار شما شکل نگاه کنید، اگه میتونید هر دوتا نگاه کنید که چه بهتر. اگر دو بردار هم انتها باشن، این پایین نگاه کنید، دوتا بردار A و B هم انتها هستن، اوکی. ضلع سوم مثلث میشه بردار تفاضل، احسنت، به طوری که اونش مهمه، جهت بردار تفاضل، یعنی این فلشه رو میگه، این جهت رو میگه، به سمت عامل چندم تفریقه، به سمت عامل دوم تفریق. این آیه منهای ب ریگه، چون بالایی شد آیه منهای ب، اینم میشه آیه منهای ب. جهت به سمت چیه دوستان عزیز؟ به سمت بیه، بی عامل دوم تفریقه. بچه ها نمیخوام خیلی اذیتتون کنم، یه توصیه میکنم تو پایه هشتم، شما هر موقع آیه منهای بی رو دیدی میتونی خودتو اذیت نکنی، بنویسی آیه منهای بی هست، آ بگو به اضافه منهای بی و سلام، نامه شد، تمام. ولی اگر میخوای ریاضی رو مفهومی یاد بگیری، به خصوص بردار که فصل بسیار مهمیه و کاربرد داره تو فیزیک، از من به تو نصیحت، این مفاهیم رو یاد بگیر. حالا این جمله ها رو نمیخواد حفظ کنی، تو تفاضل رو فقط بدونی که همون جمع مطابق قرینه دومی، دیگه هر مسئله ای از تفاضل بهت بدن رو میتونی از پسش در بیایی. من اینها رو دارم به شما میگم نه برای حفظ کردن، واسه اینکه شنا کنی تو اعماق ریاضیات، ببینی هم چقدر قشنگه و زیباست، و هم این که در واقع هر چقدر حرفه‌ای تبیشی به نکات ریستری پی میبری. خلاصه این چند دقیقه اخیر این شد، شفایی میگم، اگر دو بردار به طوری رسم بشن که ابتدای دومی انتهای اولی باشه، انتهای دومی ابتدای اولی، ضلع سوم مثلث میشه جمع اون دوتا بردار، جمع به چه روشی؟ به روش مثلث، تمام. شماره دو، اگر دو تا بردار هم مبدع رسم بشن، ضلع سوم مثلث میشه بردار تفاضل، به طوری که جهت بردار تفاضل به سمت عامل اول تفریقه. سه، اگر دو تا بردار هم انتها بشن، باز ضلع سوم مثلث میشه بردار تفاضل، به شرطی که، به نحوی که، به طوری که جهت بردار تفاضل به سمت عامل دوم یا همون دوم تفریقه. خب عرض به حضور شریف حضرات عالی که بچه ها، من اگر فقط مجموع تمرینتون نگاه کنید، من از کیف مجموع تمرین در بیارم، یه چند تا مثال نکته دار تو مجموع تمرین از من شمارهاشو بهتون میگم، رو اینا زوم کنید. این مثال ها مثالای بسیار بسیار مفهومیه. یکی عرض به حضورتون در واقع تمرین 352، اینو من مثلا پیارسال جزء درسم میدادم، ولی گفتم که همه چیز رو حاضر و آماده دانش آموز ارائه بدیم، بزنیم به عهده خود دانش آموز. این 352 اثباتش به روش هندسیه، یعنی حساب و هندسه، الحق و الانصاف برادر همان، از هم تفکیک ناپذیرند.
ولی خب برای در واقع تدریس شاید بهتر معلماش رو بکردیم. علی ای حال، یکی 352 یک که اثبات هندسی بسیار بسیار زیبایی داره و یکی هم اگر خداوند متعال عنایت کنه و بنده اینجا شمارش رو پیدا کنه. بچه ها پیدا کردم، جوینده یا بنده است. غیر از سوال 352 سوال 346 هم قسمت جیم و دالش سوالای مفهومیه و این جیم و دالش به شما میفهمونه که روش متوازی الاضلاع و بلد باشی چه محسناتی داره. اتفاقا 352 هم همینو به شما میگه، یعنی دقیقا تو مثلث، تو روش مثلث یه سری نکات خابیده، تو روش متوازی الاضلاع یک سری نکات دیگه. بچه‌ها این ششمین جلسه بود، ما جمع بردارها و تفاضلن پروانه‌شو بستیم. الان تنها مباحثی که از بردار میمونه یکی تجزیه برداره که فقط بگم عکس جمع برداره، تجزیه بردار، و یکی هم بردارهای واحده آیو جی، حالا در این درس خواندید، و ضمناً معادلات برداری هم در واقع هست. یعنی فکر میکنم حالا احتمال زیاد دو جلسه دیگه ما بردار در خدمتون خواهیم بود. فعلا تا جلسات آتی شما رو به خداوند بزرگ منان میسپارم.